شگفت انگیز بود امروز بعد از ظهر به من توضیح دادن که شما پروتزهای عصبی تولید میکنید. فکر کنم تو دنیا یه چیز نادری باشه این دستگاه. و غیر از ما تو ایران چه کشور دیگری این امکان رو داره؟ از بخیر، فقط یک نمونه از این سیستما در آمریکا وجود داره. فقط یک نمونه آمریکایی. بله. و یه نمونه ایرانی. این دستگاه شبیه سازی میکنه دستورات حرکتی قشر مغز انسان رو. این دستگاه رو میگه. هر از چند سالی صدا و سیما از بی سواری مخاطبینش استفاده میکنه و اخبار دهه های گذشته رو به عنوان اخبار روز قالب میکنه. تقریبا 20 سال پیش، سال 1385، ایرنا خبر تولید همین دستگاه تو ایران رو منتشر کرده بود. حالا دوباره صدا و سیما و اکانت های ولایی با عنوان تحولی شگرف در علم پزشکی توسط ایرانیان، این دستگاه رو دوباره به عنوان اختراع جدید جا زدن. اما اصولاً این دستگاه فناوری نوین و منحصر به فردیه؟ خیر، این فناوری 60 و اندی سال پیش از اوایل دهه 1960 میلادی به بهره برداری رسیده و حالا تو بسیاری از کشورها ساخته و استفاده میشه، از ایالات متحده و آلمان گرفته تا هلند و چین و بریتانیا. این تکنولوژی اونقدر پیش پا افتاده است که میتونید اونو با $300 از سایت علی بابا به صورت عمده بخرید. همه این نمونه ها با همین روش امکان راه رفتن رو برای افراد دچار معلولیت فراهم میکنه. فردا صدا و سیما پنسیلین رو اختراع جدید دانشمندای ولایی تیتر نکنه. سلامات.